مسبب و بانیان وضع موجود چه کسانی هستند؟ چرا دولت جلاد پس از 9 ماه به دنبال بانیان می‌گردد؟ رئیس جمهور بارها بر این مسئله تأکید داشتند و دارند که بانیان وضع موجود نمیتونن حل کننده مشکلات وضع موجود مردم باشند. البته جلاد زودتر شرایط انفجاری را بو کشیده و دنبال مقصر میگشت. اما کسانی که بانیان وضع موجود هستند نباید ازشون استفاده بشه. اما یک عضو سابق مجلس خامنه‌ای پرده از راز بانیان و مقصر تراشی برداشت و نوشت: باید دقت کنیم این صحبت‌های طلبکارانه نشانه‌ای از ناکامی مجلس و دولت در سر و سامان دادن وضعیت اقتصادی کشور است. امروز نارضایتی‌های عمومی افزایش پیدا کرده است. بنابراین با این سخنان دنبال این هستند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. الان 9 ماه از عملکردشون گذشته. به جای پرداختن به واژه بانیان وضع موجود، بهتره که نظارت کنن بر عاملین وضع موجود و ببینن مشکل در کجاست. این هم اشاره و نیم نگاهی به وضع موجود. میدانم از کجا و کدام در شروع کنم. از فقر و فلاکت، از آمار بالای بیکاری، از واحدهای تولیدی ورشکسته، از مهاجرت تحصیل کرده ها، از کارخانه های به تاراج رفته، از جاده های مرگبار، از به یغما رفتن، یا مردمی که دچار اعتیاد شدن، سرخوردگی شدن، خودکشی کردن، از مملکت خارج شدن، سرقت، اینقدر رشد جرم و جرائم در کشور به وجود آمده. اما به راستی کیست که نداند عامل و مسبب اصلی این همه جنایت کیست؟ قطعا امروز جمهوری اسلامی برای بسیاری از ملت‌ها یه نمونه جذاب، البته برای رهبر معظم انقلاب.